خلاصه بازی پرسپولیس گلگهر. گل شکاری نفس قرمز پوشان رو حبس کرد. تو شب تولدم بریم به یه پیشبازی میگم، بعدش دیگه میریم به استقبال این مسابقه پرگل جذاب. تو حساس ترین بازی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی، پرسپولیس تو ورزشگاه آزادی میزبان گلگهره. سرخا که سال 1402 رو با پیروزی‌های پیاپی و شیرین جشن گرفتن، امیدوارن بعد از پیروزی در دربی و افتادن تو مسیر قهرمانی لیگ به جمع چهار تیم پایانی جام حذفی هم صعود کنن. گلگهر هم یکی از تیم‌های تاثیرگذار تو مسیر قهرمانی هر دو جام برای پرسپولیسه و با هدایت سعید الهویی انگیزه زیادی در جام حذفی مقابل پرسپولیس داره. قایب بزرگ این بازی هم گرگی گبلسیانیه، مدافع گرجستانی پرسپولیس که در جام حذفی 3 گل برای تیمش زده بود. قبل از این دیدار با مصدومیت مواجه شد تا از لیست بازی خط بخوره. 2 گل به سپاهان زد، 1 گلم به ومپارس اصفهان زد. گبلس 3 تاش هم پنالتی. تیم داوری وحید کاظمی، حسن ظهیری و دانیال باشنده کمک میکنن به وحید کاظمی. تو ترکیب پرسپولیس علی بیرو مطابق معمول تو دروازه قرار گرفته. فرشاد فرجی، دانیال اسماعیلی فر، نعمتی روش، مرتضی پورعلی گنجی، ترابی، سرلک، وحید امیری صادقی و عیسی آلکسیر 11 بازیکن منتخب یحیی گل محمدی رو تشکیل دادن. و اون طرف تیم گلگهر محسن فروزان که میدونیم همیشه کری داره با پرسپولیسیا تو دروازه قرار گرفته، آرمین سهرابیان، علیرضا علیزاده، گلزاری، آشوری، شکاری، محمدرضا حسینی، زاهدی، مسله، امین پورعلی و اریک باینما 11 بازیکن سعید الهویی رو تشکیل دادن. بی‌وقفه بی‌درنگ وقتتون رو نمیگیرم، با لایک شما بریم به استقبال این مسابقه باحال. دقیقه 5 فرصت عالی برای پرسپولیس با پاس اسماعیلی فر از سمت راست به دست اومد و ترابی در شرایط نامتعادل ضربه زد و عیسی و امیری در دهانه دروازه به توپ نرسیدند. یه بار دیگه اسماعیلی فر، خود دانیال توپ رو میفرسته در اون شلوغ، فرصت هست روی خط، ترابی میزنه ضربه رو، قلقل توپ رو به دقیقه 15 ضد حمله خطرناک پرسپولیس با تکروی علی نعمتی توسط سهرابیان راهی کورنر شد. در حالی که گزینه پاس داشت میتونه زودتر تصمیم بگیره، علی نعمتی پاس نداد. دقیقه 18 سانتر زیبای سعید صادقی با ضربه سر وحید امیری همراه شد، اما این ضربه در چارچوب قرار نداشت. رو دست شرکت کرده، میفرسته رو دروازه، سر آل کسی در چارچوب نیست. دقیقه 29 حرکت تاکتیکی زیبای سرخا از سمت راست با حرکت سعید صادقی تکمیل شد و سانتر اون به دست آرمین سهرابیان خورد تا داور نقطه پنالتی رو نشون بده. حالا کی پنالتی رو میزنه؟ گرگی گبلسیانی که مصدومه و نیست. و مهدی ترابی پشت توپ قرار میگیره. یه کری هم داشتن، حالا بیشتر کری و رجز و محسن فروزان میخوند که میگفت من میپرم سمت راست، میپرم سمت راست، اما ترابی زد سمت چپ محسن فروزان و دروازه رو باز کرد. اینجا با هم دیگه ببینیم مهدی ترابی پشت ضربه پنالتی که صادقی گرفته بود ایستاد و با پای راست ضربه محکمی به سمت راست خودش زد. ببینیم توپ گل میشه یا نه. خود ترابی میاد میزنه و خلاف جهت حرکت محسن فروزان، پرسپولیس 1-0. گل به نام مهدی ترابی. دقیقه 38 حمله خطرناک گلگهر با حرکت انفرادی رضا شکاری با ضربه سر فرجی راهی کورنر شد. اما گل دوم عیسی آلکسیر که واسش هم ویدیو درست کردم گل زد. این بار پرسپولیس روی حرکت در عمق دروازه تیم سیرجانی و فروریخ قشنگ بسان گلی که به استقلال زدن، پاس در عمق فوق‌العاده مهدی ترابی با فرار عیسی آلکسیر همراه شد و مهاجم جنوبی پرسپولیس قبل از اینکه فروزان اونو سرنگون کنه با ضربه زیبا دروازه گلگهر رو برای بار دوم باز کرد. حالا ترابی تک به تک با دروازه بان ضربه رو میزنه توی دروازه، آفساید هم در کار نیست، گل پذیرفته است. انگار آل کثیر اومد داشت گل شهرآورد و پاش به گلزنی باز شده، یه گل اطمینان بخش. قبل
نیمه اول و پرسپولیسی‌ها موفق شدن 2-0 برنده به رختکن برن. اما بریم نیمه دوم. اما یکی از گل‌ها رو گلگوهری‌ها جبران می‌کنن. اولین فرصت جدی گلگوهر در نیمه دوم تبدیل به گل شد. سانتر محمدرضا حسینی از روی ضربه ایستگاهی روی سر رضا شکاری فرود اومد و در میان قفلت مدافعان و گلر پرسپولیس توپ وارد دروازه شد. یکی از گل‌ها رو جبران کردند و به نوعی شاید بتونن به بازی برگردن. شاگردای سعید الهویی حالا توپ رو میفرستن به روی دروازه. خطرناک این ضربه سر توی دروازه، آفساید هم نیست دارن و گلگهر به بازی فعلا برمیگرده. رضا شکاری دقیقه 55 فرصت برای پرسپولیس روی سانتر ترابی از روی ضربه ایستگاهی و ضربه سر امیری که توسط فروزان به زیبایی دفع شد. یه شیرجه عالی رو زد محسن فروزان و با دست راست خودش مانع از فروپاشی دروازه شد. یه گل رو زدن، ضربه ایستگاهی مستقیم به روی دروازه. این ضربه سر برمیگردونه، چه جوری از توی دروازه بیرون کشید محسن فروزان. در ورزشگاه آزادی ببینید این سایش با سر وحید امیری. دقیقه 57 حرکت پا به توپ مهدی ترابی در محوطه جریمه سبب زمین خوردن اون شد، اما وحید کاظمی که نزدیک صحنه بود دایو ترابی و تمارز تشخیص داد و فوراً اونو با کارت زرد جریمه کرد. انصافاً قبول دارید وحید کاظمی چه قضاوت خوبی رو انجام داد تو این مسابقه؟ حالا داور چهارم شهرآوردن بود دیگه. ضمن اینکه مهدی ترابی هم اوکی رو داد، گفت که واقعاً به جا کارت زرد رو بهم دادی. یه بار دیگه ببینیم فرصت است برای پرسپولیس رو ضد حمله کوردوتیز. عقب‌تر نوید آشوری سین ضربه سر. دقیقه 87 شوت خطرناک نوید آشوری نفسگیر از کنار دروازه به بیرون رفت و ضربه پای چپ اون به کنار دروازه برخورد کرد. شانس آورد پرسپولیس تو این صحنه. گلگهر این شوت از راه دور خطرناک بود. بیرامد تناکاری که دقیقه 95 شوت روی پای وسلی گومز از کنار دروازه بیرانوند به بیرون رفت. به برزای پاس رو نمیده، وسلی گومز برمیگرده درون محوطه جریمه و این شوت پای چپش. و سوت پایان این مسابقه پرسپولیسیا 2-1 موفق شدن از صد شاگرده سعید الهویی در تیم گلگوهر بگذرن. چقدر اوضاع پرسپولیسیا خوبه، بعد عید یه سیر سعودی رو داره تیم یحیی گل محمدی طی میکنه و امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. تو شب تولدم دمتون گرم، اگه دکمه لایک رو بزنید و خلاصه که یک ساله با همیم یکم بیشتر با هم رفیق بشیم. فعلا. اما ترابی زد سمت چپ محسن فروزان و دروازه رو باز کرد. اینجا با هم دیگه ببینیم مهدی ترابی پشت ضربه پنالتی که صادقی گرفته بود ایستاد و با پای راست ضربه محکمی به سمت راست خودش زد.